به برلین بریم، همراه بشیم با همکارم احمد صمدی که این مطلب رو کامل بررسی کرده و میخواد برای ما از جزئیات بیشتر گزارش نشریه اسپکتیتور بگه. رضا، اونچه که ما در این مطلب میخونیم به نوعی به ما اشاره میکنه که دیگه مقامات جمهوری اسلامی مثل سابق ماموران خودشون رو به خارج اعزام نمیکنن برای اینکه مخالفان رو حذف کنن، مثل مثلا شخصی به نام غفور درجزی که زمانی در صدا و سیما رئیس حراست بود و الان مثلا در سایپای مدت بود و رئیس باشگاه سایپا بود، یا اکبر خوشکوش که خب اینا اومدن و خب گفته میشه در قتل فریدون فرخزاد دست داشته و غفور درجزی هم در قتل عبدالرحمن قاسمی. و الان اون چه که این نشریه بهش اشاره میکنه نمونه های رو ابتدا ارائه میکنه، از جمله خب آخر این موردش حمله به پوریا زراعتی همکار خودمون هست، بعد از اون اشاره میکنه به موضوعی که پلیس متروپولیتن کشف کرد که قرار بود که به ساختمان ایران اینترنشنال حمله بکنن با بمبگذاری و همچنین بعد از اون تغییر شیوهشون برای قتل فرداد فرخزاد و سیما ثابت اشاره میکنه و نمونه های دیگه رو هم در جای مختلف مثل تلاش برای قتل مسیح علی نژاد، همچنین تلاش برای قتل جان بولتون و حتی استخدام بخشی از این هلس انجلز ها در کانادا برای اینکه 350 هزار دلار بگیرن تا بخشی از مخالفان رو در جای مختلف بکشن. و این رو در ادامه میرسونه به این موضوع که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی الان شیوهشون رو تغییر دادن و به شیوه های استخدام مزدور پرداختن. و خب در ادامه برای اینکه بخواد مثال رو عینی تر بکنه با اسماعیل، شخصی که میدونیم در حمله دو سال پیش قرار بود که سیما ثابت و فراد فرخزاد رو بکشه، با او گفتگو میکنه و او میگه که چطور با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی آشنا میشه و با او قول میدن بعد از اینکه خب چند سالی با اونها کار میکرده که بعد از انجام عملیات او رو میبرن به سوریه و خب از اونجا میتونه به راحتی به ایران سفر بکنه. این مطلب نکات دیگه هم داره، در واقع اشاره میکنه به اینکه روس‌ها برخلاف ایران کار میکردن تا پیش از این و قبلا ماموران جاسوس خودشون رو مثل سالهای گذشته ایران میفرستادن به کشورهای مختلف، مثل موضوع سرگی اسکریپال که در بریتانیا او رو با سم نوویچک به قتل رسوندن. میگه الان روس‌ها هم از ایرانی‌ها الگو میگیرن و اخیراً هم یک مقام اطلاعاتی بریتانیایی گفته که آتش‌سوزی‌هایی که در صنایع غربی به ویژه در رابطه با صنایع نظامی اتفاق میفته مشکوک است که کار روس‌ها هست، که از همین طریق دارن اقدام میکنن. دو تا مزیت و عیب رو برای این کار برمی‌شماره که جمهوری اسلامی داره انجام میده. اولیش این هستش که خب جمهوری اسلامی افرادی رو استفاده میکنه که معمولاً گانگسترها یا تبهکاران خورده پا هستن و معمولاً اطلاعاتی از ایران ندارن و خب همین راحت هم عملیات اونها لو میره و خب یکی از مزایاش همین هستش که به هر حال این افراد میتونن به راحتی فرار بکنن، مثل موردی که برای پوریا اتفاق افتاد و فرار کردن، و همچنین میتونن به راحتی سلاح رو در داخل کشورهایی که میخوان عملیات انجام بدن رو پیدا بکنن و در واقع یک بازار خوبی هم هست برای تبهکاران که بتونن پولهای خوبی رو و کلانی رو از جمهوری اسلامی دریافت بکنند. احمد خیلی ممنونم از توضیحات کاملت. احمد صمدی همکارم در برلین.